در این برنامه آقای دکتر جلال ایجادی، جامعه شناس، استاد جامعه شناسی در پاریس، میهمان ما هستند. ایشان یک برداشت تازه‌ای، در واقع یک بررسی تازه‌ای کردند در پی مرگ فیدل کاسترو، به عنوان مستبد، کاستروی مستبد و درماندگی فکری چپ ایرانی. با ایشان در این باب گفتگو میکنیم. آقای دکتر سلام بر شما. جناب آقای مهری عزیز سلام بر شما، درود بر شما و درود بر همه شنوندگان و بینندگان رسانه خوب شما. امیدوارم که هر کجا که هستن همیشه شاد باشن، همیشه سرزنده باشن و به هر حال من به نوبه خودم به همه این دوستان در ایران و خارج کشور، همه این عزیزان و آشنایان به هر حال سلام میرسونم و امیدوارم که به هر حال لحظه کماکان پرباری داشته باشیم در این لحظه‌ای که آغاز میشه. و این هم باز به اعتبار رسانه شما هستش. اگر نگاه بکنن دوستان متوجه میشن که در آغاز برنامه در روی به اصطلاح اکران شما نوشتید آغاز اندیشه ورزی، و این جالب هستش، این مطلب، که حداقل اگر تاریخ در تاریخ آغاز نباشه، به هر حال کار شما و به اصطلاح رسانه شما خدمتی هست، کمکی هست برای اینکه اندیشه ورزی پویا و قوی تر بشه در درون جامعه ایرانیان. آقای دکتر، شادی های اروپا آغاز میشه به زودی، نه؟ بله، شادی های اروپا، شادی های جهان در واقع غرب، یا حالا به شکلی هم میشه گفت به هر حال مسیحی، که به هر حال انسان ها احتیاج به عید دارن، احتیاج به جشن دارن. یکی از ویژگی های روانی انسان ها این هستش که اگر چنانچه به اصطلاح شادی ها لحظه های زیبای زیستن توأم با صفا و موزیک و موسیقی و رقص و اینها نباشه، انسان ها خیلی در واقع غمگین خواهند بودش. و حالا چه در تابستان باشه چه در زمستان باشه فرقی نمی کنه. من فکر می کنم که انسان ها برای بهتر زیستن در جهان احتیاج دارن که شادمانه زندگی می کنن، و لحظاتی که این جشن ها می رسه، جشنهایی که مال از جمله مسئله به صدا آغاز سال نو میلادی هستش، و یا جشنهایی که در جامعه ما هستش، جشن مهرگان، جشن نوروز، اینها جشنهای واقعی هستن به خاطر اینکه ریشه در سنتهای مهربانانه، در سنتهای مربوط به طبیعت هستش و بنابراین غمگین کننده نیستن. برای به اصطلاح خیلی از این کسانی که در دستن در کار حکومت در ایران هستند و مجموعه این خیلی به اصطلاح اسلامگرایان، اینها در واقع فهمی از جشن ندارن. جشن برای اونها به معنای پایکوبی، به معنای زنده بودن، به معنای در واقع رابطه با طبیعت نیست، و به همین خاطر هستش که نگاه اونها شدیداً جنبه دینی و جنبه در واقع به نظر من غیر سالم هستش. اینه که ما هم در لحظه‌ای که در فرانسه هستیم تا حدود نزدیک در واقع حدوداً 20 روز دیگه وارد به شکل خیلی جانانه وارد دوران جشن‌ها خواهیم بود، و در تمام به هر حال این خیابان‌ها و به اصطلاح شهرهای گوناگون اروپا و فرانسه این مطلب آغاز شده برای خریدن لباس‌های جدید، برای کادو به اصطلاح ارسال کردن یا تقدیم کردن، و به خصوص که در ذهنیت‌های فضای جدیدی به وجود میاره، موضوع بحث‌ها تغییر می‌کنه و خوشش میاد که آدم‌ها همدیگر رو پیدا بکنن و لحظه‌ای باشه که لحظه شادمانی در کنار غذا خوردن، در کنار دوستان، با خوردن می، با خوردن نون و نوع پنیر فرانسوی، بگت و نون پنیر فرانسوی، همین ها واقعا زیبا هستش. ما لحظه رو باید دریابیم و این لحظه هم به ما کمک میکنه که نوعی معنای زندگی خودمون رو در حال از جمله در این لحظات تعریف کنیم. آقای دکتر جلال ایجادی،
این سخن از دو گل مثل که گفته در کشوری که 300 نوع پنیر وجود داره اداره کردنش بسیار بسیار دشواره، درسته؟ بله کامل، البته نزدیک 400 تا گفتیم بود. 400. یعنی کشوری که گفته بود که کشوری که نزدیک 400 نوع پنیر داره، این آدم‌ها آدم‌های مشکلی هستن، آدم‌هایی هستش که خواستشون متفاوته و برابر حکومت بر این آدم‌ها خیلی امر پیچیده و به هر حال دشواری هستش و نوعی در واقع در این یک نگاه حکیمانه وجود داره. اون به چه معنا؟ به این معنا که انسان‌ها هر چقدر در واقع قنای فکریشون بالاتر باشه، ارزششون بالاتر هستش. هر چقدر خواستاشون متنوع باشه و به سوی بالا باشه، باز این نوعی قنای زندگی اونها رو نشون میده. و وقتی هم که در زمینه آشپزی، در زمینه غذاخوری شما اگر نگاه بکنی، خود این یک فرهنگه، یک فرهنگ غذا درست کردن، یک فرهنگ میز چیدن، یک فرهنگی که از نظر جامعه شناسی مورد برخورد قرار میگیره، از نظر روانشناسی مورد برخورد قرار میگیره، از نظر تاریخی برخورد قرار میگیره. و زمانی که ما نگاه میکنیم که هویت فرهنگی یک ملت، هویت فرهنگی یک کشور رو میخوام بسنجیم، از جمله در رسوم عادی و از جمله در نوع غذا خوردن و به هر حال اون مجموعه به اصطلاح موادی که در این غذاهاشون استفاده میکنن و برابری نوع به اصطلاح پنیرهای فرانسوی هم نوعی یه جلوه‌ای هستش از قنای سنت این کشور و از جمله به نوعی در واقع توأم با بذله‌گویی و توأم با جدی‌گویی این هستش که به هر حال مشکل هستش. این بیانی هستش که این جامعه خواستاش بسیار متنوع هستش و برابر این کیفیت رهبران هم باید کیفیتی رو به بالا باشه که این مسائل رو خوب بفهمند. خیلی ممنون آقای دکتر ایجادی. یک بررسی انجام دادید در پی مرگ کاسترو، فیدل کاسترو، درباره دوران کاسترو، دوران حکومت او در کوبا و همچنین جلوه جهانی اندیشه هاش. میخواستم ازتون تقاضا بکنم که در این باب بفرمایید که نظرتون چیست؟ یعنی در واقع نظرتون در مقاله آمده. بله جناب آقای موری، ببینید مسئله مرگ کاسترو، این رو ما میتونیم به عنوان یک حادثه یا واقعه سیاسی مربوط یکی از رهبران یکی از کشورهای جهان تلقیش بکنیم و به این ترتیب خب قضیه رو فیصله بدیم به قول معروف. یه زمانی هم هستش که ما به عنوان ایرانی، ما به عنوان روشنفکر، ما به عنوان در واقع سیاسیون در گذشته و در حال حاضر یه رابطه‌ای داریم با مسئله کاسترو، به خاطر اینکه کاسترو یه جلوه‌ای از یک ایدئولوژی هستش که به عنوان کاستریس میگفتیم و یک جلوه‌ای از یک مفهوم گسترده‌تر هستش که به عنوان ایدئولوژی چپ گفته میشه. هرچند این ایدئولوژی چپ گوناگون هستش، متفاوت هستش، ولی به هر حال حالا فعلا این جنبه عمومیشه در نظر بگیریم. من دیدم که واقعا زمانی که فیدل کاسترو مرد در شرایط البته سالیان متمادی بود که ایشون مریض بود، به ناگزیر توجه کردم که واکنش جامعه ایرانی، جامعه روشنفکران، جامعه سیاسیون ایران چجوری است، به خاطر اینکه کاستروئیسم یا کاستریسم یا ایدئولوژی کاسترو در جنبش چپ ایران و حتی فرای جنبش چپ ایران تاثیر بسیار بسیار گسترده‌ای داشت، به خصوص در سالهای 60 میلادی و همچنین 70 میلادی و روی جنبش‌های چریکی در ایران، روی سازمان‌های چپ ایران این ایدئولوژی تاثیر سنگینی روی این جریانات باقی گذاشت. بنابراین خب یک طرف این بود که برخورد حالا این گذشته، این آنچه که صورت گرفته تمام میشه، ولی متوجه شدم که نخیر، این برخورد، این به اصطلاح احساس وابستگی، این شیفتگی نه تنها در گذشته ما بوده، یعنی تاریخ 50 ساله اخیر ایران بوده، تاریخ 40 ساله بوده و این ادامه پیدا کرده، بلکه امروز هم علارغم اینکه این نوع مدل، این نوع الگوی سیاسی ایدئولوژیک در هم شکسته در سطح بین‌المللی،
هنوز یه بخش مهمی از به اصطلاح سیاسیون ایرانی هستن، چپهای ایران هستن که شیفتگی دارن نسبت به این، و من در این رو در یک کلمه میگم، چرا که من خود من از درون این به اصطلاح دنیای نیروهای چپ میام بیرون. من این تجربه رو به عنوان یک تجربه زندگی از درون دیدم، متوجه بودم و سعی کردم ازش دور بشم و ازش گسست کردم. ولی جالبی قضیه این هستش که چجوری ایدئولوژی ها در ذهن افراد میمانه و رفتار و احساس انسان ها رو تحت تاثیر قرار میده، و وقتی که به ادبیات کنونی توجه میکنیم، این ادبیات چه در داخل ایران چه در خارج کشور و همچنین در مجموعه شبکه ها از جمله شبکه های مانند تلگرام، شبکه های مانند فیسبوک، من خیلی دقیق اینو تعقیب کردم، متوجه شدم مجموعی مطالبی که در ارتباط با آقای کاسرو هستش، 80% این مطالب، این پیام ها در ستایش و در شیفتگی کاسرو هستش. خب برای من این سوال مطرح میاد که مطرح شد که چرا آخه؟ مگه چه چیزی بوده این جریان کاسریز؟ مگه کاسریز برای سابقه گذشته جنبش ایران از نگاهی که امروز در واقع داره انتقاد میکنیم، مگه خود یک انحراف نبوده؟ مدل کاسریز چه مدلی هستش که هنوز بخشی از جامعه سیاسی ایران در واقع خواهان تعقیب کردن این هستش؟ و من این نتیجه این حرف رو فعلا در یک کلمه بیان میکنم و به این نتیجه این تیپی هستش. فکر میکنم که بخش مهمی از جریانات چپ، همه چپ رو نمیگم، بخشی از چپ از این مسائل گذر کرده و در واقع بیرون آمده، ولی بخش مهمی از نیروها و روشنفکران چپ ایران ضد فاشیسم هست، حتما ضد دیکتاتوری جمهوری اسلامی و غیر ذالک هست حتما، ولی مخالفت مشخص و روشنی با توتالیتاریزم چپ ندارد. بنابراین بله ضد فاشیسم، ولی در ارتباط با توتالیتاریزم چپ، یعنی نوعی دیکتاتورمنشی ایدئولوژی که دنیای چپ که در واقع خودش باید فاصله گیری رو ادامه بده، متاسفانه در این زمینه وجود نداره و متاسفانه این شیفتگی وجود داره. البته میگن که بله آقای کاسترو مبارزه کرد علیه آمریکا و در واقع علیه امپریالیسم آمریکا، اینها رو اخراج کرد، اینها رو از سرزمین خودش در واقع بیرون انداخت و بنابراین این نوعی حقانیت تاریخی برای ایشون به وجود اومده، و یک و دو اینکه آنچه که در دوران ایشان اتفاق افتاد جز دستاوردهای برجسته، البته میگویند نارسایی‌هایی وجود داشته، جنبه‌های دموکراسی رعایت شده، ولی در مجموع یک نظام مثبت، یک نظام در واقع خوب، یک نظام مهربان در واقع شناسونده میشه و من شدیداً با این مخالف هستم. یعنی جنبه اول رو قبول دارم، زمانی که آمریکا در جستجوی این بود که کوبا رو تبدیل به سرزمین مخصوص خود برای کازینوها، برای در واقع رشد نیروهای طرفدار خودش، دیکتاتوری طرفدار خودش و در چارچوب یک سیاست عمومی مربوط به آمریکای لاتین برمیگرده، و هر ملتی، هر مردمی حق دارند از منافع خودشون دفاع بکنن، حق دارن کسانی که میان به سرزمینشون تجاوز میکنن، ثروت‌های اونها رو میخوان بچاپن، اینها رو بیرون بریزن، و میهن پرستی یک افتخار، میهن پرستی خوب است. خب ولی اینو قبول دارم، ولی بعد از اینکه این اتفاق افتاد، بلافاصله این جریان، یعنی جریان بر قدرت رسیدن ریشوهای جنگلی اون زمان، یعنی آقای فیدل کاسترو و رفقای ایشون، زمانی که قدرت رو در دست گرفتن، از ابتدا تا انتها، یعنی طی 60 سال جز دیکتاتوری هیچ چیز دیگری در این کشور حاکم نبود. و من که امروز
به نگاه انتقادی به گذشته خود و گذشته جنبش خودمون دارم و این هستش که دیکتاتوری در هر شکلش رو من رد میکنم و از جمله دیکتاتوری چپ هم به شدت انتقاد میکنم، از استالینیز گرفته، لنینیز گرفته، ماویس گرفته، کاستریز گرفته، چه گواریز گرفته، همه و همه اینها در واقع فرم های گوناگون از یک دیکتاتوری هستند و در تضاد با دموکراسی هستند. آی دکتر، به چه دلیل از کاسترو به عنوان یک تاریخ و یک تراژدی نام بردن؟ بله، من فکر می‌کنم این دو تا کلمه خیلی جالبه، یعنی هم تاریخ هم تراژدی هستش. تاریخ به این خاطر که به هر حال از سال 1959 زمانی که انقلاب کوبا روی داد، این نیروها برخاستن و در واقع سرنوشت این مملکت کوبا رو در واقع از یک شرایطی، از یک فصلی، از یک دوره‌ای، از یک سیاستی، از یک فضایی خارج کردن و سرآغاز یک در واقع تاریخی برای این کشور به وجود آمد. این کشوری که خواستشون بدی که میخواست بگی که من هستم و به آمریکا احتیاج ندارم، امریکا به سرزمین من تجاوز کرده و در واقع در مجموع هم آمریکا رو در واقع دور انداختن، هم دموکراسی رو دور انداختن. ولی به هر حال این تاریخ یک رژیم سیاسی است، تاریخ یک اجتماع هستش. ما در طی این 60 سالی که گذشته، 60 سال در ضمن یک تاریخه، تاریخ سیاسی است. در این تاریخ چه کسانی حکومت کردند، در این تاریخ چگونه اقتصاد در واقع گردونده شد، چگونه در واقع سیاست به اجرا در آمد و چگونه فرهنگ یا به هر حال واقعیت‌های اجتماعی به جلو آمد و تناقضات اینها چی بودش، رابطه دیپلماتیک چی بودش. زمانی که نیروی قدرت آقای کاسترو شروع کرد به اینکه در ابتدا البته به آقای به چگوارا که بهش این رو ایده رو بده که پس برابری میشه این انقلاب رو به جاهای دیگه صادر کرد، زمانی که جریان کاسترو در واقع اعلام حمایت کرد از جریاناتی که در کشورهای دیگه در حال مبارزه برای علیه استبداد خودشون بودن و دل یه بخشی از مثلا جنبش های سیاسی اون زمان گرم شده بود، این رو به عنوان یک واقعیت ما نمیتونیم بپوشونیم. ولی در ضمن رابطه‌ای که آقای کاسترو با از یک سو با آمریکا داره و از سوی دیگه با اتحاد جماهیر شوروی داره، آقای کاسترو برای حفاظت موقعیت و حکومت خودش و قدرت خودش در رو باز کرد که در واقع نیروهای به اصطلاح بلوک شرق مشخصا شوروی در این کشور بیان و حضور داشته باشن و ما دیدیم در ارتباط با موشک‌های شوروی که استقرار پیدا کردن و نزدیک بود که جنگ اتمی اتفاق بیفته، اینها برابر این جزء تاریخ هستش، این رو ما نمیتونیم از نظر دور بداریم. ولی از سوی دیگه یک تراژدی است، به خاطر اینکه تراژدی یعنی چی؟ تراژدی به این معنا که در واقع اونجایی که انسان‌ها نابود میشن، اونجایی که آزادی سرکوب میشه، اونجایی که انسان‌ها به خاطر اینکه توافق با یک قدرت ندارن یا شکنجه میشن یا از کشور خودشون دور میافتن و میرن. میدونیم در آمریکا بسیاری از کوبایی‌ها هستند، می‌دونیم در اروپا روشنفکران گوناگون اروپایی هستند و اینها کسانی هستش که دلشون می‌خواد به سرزمین خودشون برگردن. در زندان‌های کوبا انسان‌هایی هستند که از نظر سیاسی مخالف این قدرت هستند و دلشون می‌خواد که نفس بکشن و حرف دل خودشون رو بزنن و این یک تراژدی است. یعنی انسان نمی‌تونه حرف خودش رو بزنه. این تراژدی به این معنا که در واقع به خاطر این تسلط توتالیتاریسم کاسریستی بخشی از این جامعه کوبا به قدرت رسید، به منافع در واقع اقتصادی، منافع سیاسی و ایدئولوژی خودش دست یافت، ولی بخش مهمی از این جامعه در واقع از حقوق ابتدایی خودش دور شد، حقوق ابتدایی به معنای در واقع حقوق بشری و دموکراسی. و بخش دیگه هم هستن که ما میدونیم در شرایط بد اقتصادی زندگی میکنن، چرا که شرایط این کوبا از نظر اقتصادی به هیچ وجه اقتصاد شکوفا نیست، بلکه یک اقتصاد کاملا عقب افتاده و از نظر من در واقع فسیلی هستش، به معنایی که در رده اقتصادهایی هستش که کاملا در ارتباط با مسئله امر جهان در واقع و گرمایش زمین نقش منفی ایفا میکنه. بنابراین هم تاریخ هم تراژدی در این تاریخ. آقای دکتر، نوشتین که
کاسترو با آرمان‌های میهن‌پرستی انقلاب کرد و با کشتار و سرکوب مخالفان و حمایت شوروی طی 60 سال حکومت فردی و خانوادگی خود را تضمین کرد. حکایت حکومت خانوادگی چیه؟ بله، ببینید، همیشه این دیکتاتورها یه قدرت استتار دارن، قدرت این در رو دارن که مسائل بپوشونن، یک جلوه ایدولوژی و جذابی خودشون بیان میکنن، مجموعه سیستمای تبلیغاتی رو به کار میگیرن که به حول وجود خودشون، به حول در واقع قدرت خودشون پرتو افکنی بکنن و به هر حال جامعه رو خیره بکنن نسبت به این. ولی که از سوی دیگه دقت بکنیم، آقایانی مانند خمینی، آقایانی مانند به اصطلاح خامنه ای، غیر ذالک، اینها پیوسته و پیوسته هم منافع اقتصادی، هم منافع خانوادگی، هم منافع باندهایی رو که با خودش دارن رعایت کردن و میکنند و خواهند کرد. آقای کاسترو از این زاویه بر ما دردناکه که چنین فردی مورد ستایش سیاستمداران ایرانی، بخش از سیاستمداران ایرانی، یعنی فردای ایران رو ما میخوام چنین مدلی به اصطلاح پیشنهاد بکنیم. وقتی که آقای کاسترو بر سر قدرت میاد، قدرت رو از چند سال که در ابتدای به حکومت رسیدن اقدام میکنه برای سرکوب نیروهای داخلی خودش تا اینکه قدرت رو به طور کامل در زیر به اصطلاح کنترل خودش بگیره. از سال 1962 شروع میکنه فقط و فقط حزب کمونیست رو مستقر میکنه برای این جامعه. در رأس حزب کمونیست خودش هستش، در رأس حکومت خودش هستش. بنابراین یک حکومت فردی طی 60 سال کار خودش رو ادامه میده. زمانی که بنابراین مسئله بیماری چون مطرح میشه، این لحظه بیماری که دیگه نمیتونست همه کارها رو به اصطلاح بگه من به اصطلاح دارم مدیریت میکنم، وقتی که به اصطلاح قدرت سیاسی رو به برادرش آقای راول کاسترو انتقال داد، به اون ایشون سپرد، بدون دموکراسی، بدون در واقع حق شرکت مردم، و برابر این قدرت رو از فرد خودش یک نظامی از به فرد دوم که برادرش هست و یک نظامی هستش انتقال داد. این در تمام رژیم های دیکتاتوری به همین ترتیب هستش. در همه رژیم های دیکتاتوری در آفریقا شما نگاه بکنید، در کره شمالی شما نگاه بکنید، موروثی میشه و در داخل خود خانواده میمیره. و امروز ما بر اساس اطلاعاتی که وجود داره، آقای فیدل کاسترو روابط بسیار گسترده‌ای داشته با خانم های مختلف و غیر و ذالک که کم راجع به این در واقع صحبت کردن، چرا که استتار میکنه. و امروز بنابر گفته های ایشون چندین به اصطلاح فرزند داره، البته در برخی جاها من خوندم 10 تا داره، در به هر حال مهم نیست این تعدادش، ولی که ما میدونیم ایشون در واقع فرزندان مختلفی داره و این فرزندان خود رو آماده کرده که قدرت رو پس از این رفتن خودش و احتمالاً ضعیف شدن برادرش کاملا تو دست داشته باشه. الان تمامی افراد خانواده این فرزندان آقای کاسترو در صدد این هستن که تمامی اهرم های قدرت رو در بخش های مختلف از به اصطلاح اداریش گرفته تا نظامیش، اینها رو مستقیما در دست خودشون قرار بدن. حالا اینکه کدوم از اینها به عنوان در واقع ستاره بیرون خواهد اومدش، به خاطر که ما یکی دو سالی بعد واسه ببینیم که آقای راول کاسترو به هر حال کارش به کجا خواهد کشید اینا، ولی که واقعیت این هستش که خانواده تمام قدرت رو در به اصطلاح قبضه کرده و حالا یکی خانواده شخصیش و مشخصا خانواده‌ای که مربوط به طرفداران خودش هستش، یعنی پارتیزان‌های شخص خود ایشون هستش، و به این خاطر هست که این جامعه نفس نمی‌تونه بکشه. و بنابراین اقدامی که ایشون کردن، بله، در گام اول مسئله مبارزات میهن پرستانه بودش که این رو ما نمیتونیم نفی بکنیم، ولی مرحله دوم یک کشور که احتیاج داره نفس بکشه کاملا در خدمت که یک خانواده قرار میگیره، اون هم با ایدولوژی. و اون وقت کسانی که در واقع به این به اصطلاح ایشون رو کماکان به عنوان یک فرد مهرمان، یک فرد برجسته، یک لیدر برجسته تلقیش میکنند، از دست ارزیابی میکنند،
تمام این ماجرا رو فراموش میکنه، حتی اگر مطلب کنه که ما بعد درست نیستش که ایشون به اصطلاح حزب تک حزبی داشته. خب نتیجه چی میگیرید دوستان عزیز؟ نتیجه چی میگیرید؟ بنابراین نمیتونیم ما بگیم که فلان کسک مهربان هستش، بنابراین ما میتونیم انتقادی به اصطلاح به سیستم حکومتیش نداشته باشیم. شخصیتی که به فرض دارای خصوصیتی باشه که به اصطلاح حتی بگیم مهربان باشد، بله ما هم شنیدیم آقای خامنه‌ای در ارتباط با فرزندان خودش خیلی مهربانانه بود، ولی ملاک یک به اصطلاح حکومت در یک جامعه، ملاک حکومت مداری، ملاک در واقع مدیریت یک جامعه، این جامعه نیست که چه مدلی در حکومت هستش، چگونه یک کشور هدایت میشه. و آقای کاسترو دیکتاتوری رو در واقع در مد نظر خودش قرار داد و این دیکتاتوری، دیکتاتوری شخصی نظامی ایشون بود و خانواده ایشون، و بنابراین از این زاویه هستش که ما باید به میراث ایشون توجه بکنیم. و این میراث برای جامعه ما نه قطبی به صلاح صحیح و درست، نه جهتی صحیح و درست، بلکه در واقع این جهت جز جهتی که مرگبار باشه و استبدادزا باشه هیچ چیز دیگه‌ای در درون خودش نخواهد. آقای دکتر ایجادی، فرمودید که تعداد کثیری از رهبران جمهوری اسلامی با کاسترو با شوق و ذوق رفتن و دیدار کردند. کسانی به حال از روز اولی که خمینی بر سر کار آمده تا کنون اینها همشون با او ملاقات کردن و همشون قصه دارن از مرگ او. سوال اینه که چگونه ممکن است یک دولت مذهبی، دولتی که میگه ایدئولوژی من مذهبه، با ایدئولوژی بی خدا دست در دست هم بدن؟ بله آقای بوری، اجازه بدید یه نکته قبل از یادم اومد الان با صحبتی که شما فرمودید، ما خاطرمون هستش که وقتی که به اصطلاح ما مرد توی جنبش چپ اون زمان به اصطلاح هاو کاوفنگ به قدرت رسید و اون زمان دوره‌ای بود که در واقع اینها شروع کردن روابط خودشون با ایران بیش از پیش فعال بکنن و هاو کاوفنگ در واقع به این نتیجه رسید که به هر حال مناسبات بین با دولت ایران باشه و شروع کرد یه مقدار تمجید کردن در دوران شاه از شرایط در ایران و اینا. و یادم هستش که اون زمان بخش مهمی از این روشنفکرانی که به اون زمان میگفتن ماویست به هر حال شروع کرد که نه خب این مسئله نیست، این روابط دیپلماتیک هستش این حرفا، و به هر حال علارغم که ما مثلا مخالف رژیم شاه هستیم ولی که این رفقای چینی منظورش این نیستش که اینا رو به اصطلاح تایید بکنن، بلکه یه جنبه دیپلماتیک داره. خلاصه در یک کلام در اصطلاح صدد ماسمالی کردن قضیه بودن، یعنی خب میتونه دو تا کشور ارتباط دیپلماتیک داشته باشن، ولی اون زمانی که نیروی سیاسی خودش رو در واقع در یک شرایطی قرار بده که توجیه بکنه و برخلاف نظر خودش و برخلاف اعتقاد خودش عمل بکنه، این مسئله هستش که دردناک هستش. حالا هم در ارتباط با شرایط کنونی و این وضعی که اتفاق افتاده، خیلی از این کسانی که در واقع توی دوره اخیر، روزهای اخیر من دیدم، تمام این ملاقات‌های بین شخصیت‌های مختلف جمهوری اسلامی از آقای روحانی گرفته، آقای احمدی نژاد گرفته، آقای خامنه‌ای گرفته، آقای حسن خمینی گرفته، اینا تمام اینها با همدیگه ملاقات داشتن، با آقای به اصطلاح کاسترو ملاقات داشتن، یا اینها رفتن اونجا یا ملاقات کاسترو با این افراد بوده اینا. خب ما میتونیم به فرض باز توجیه بگیم، صحبت بکنیم که ایشون از نظر به اصطلاح مناسب دیپلماتیک هست، ولی که دو تا این جنبه در این زمینه هست. یکی سوالی که شما فرمودید، میگی که چگونه یک رژیم اسلامی و مذهبی در ارتباط با یه رژیمی که خودش مذهبی تلقی نمی‌کنه بلکه میگه که من کمونیستم و مارکسیست هستم، چگونه این نزدیکی اتفاق میفته؟ خیلی ساده است. برای این رژیم یکی از جنبه‌های اصلیش مسئله این هستش که اون دینی هم که داره در خدمت منافع این رژیم هستش، یعنی به راحتی با هر کسی در این جهان، هر شیطانی در این جهان، هر رنگی که داشته باشه، تا زمانی که اینها در راستای منافع
دولت ایران حرکت میکنن و تناقضی با رژیم ایران ندارن و در این راستا در واقع همدیگر رو حال هوای همدیگر رو دارن، بنابراین رژیم ایران هم براشون خیلی خوبه و اینها به عنوان رهبران و یا متحدین استراتژیکش هستن. میدونه که همون ملاک ایدئولوژیک دینی رژیم رو نداره، ولی دولت ایران در جستجوی در واقع متحدین بین المللی هستش. یک، دو، اینکه رژیم ایران یک به قول فرانسوی میگن آنتی امریکانیزم پریمر، یعنی یک روحی ضد آمریکایی ابتدایی پیش پا افتاده در واقع کاملا بدون کیفیت. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید به حکومت آمریکا، به اقتصاد آمریکا، به مدل آمریکا به فرض انتقاد بکنید که خب انتقاد هستش، یا آقای ترامپ مثلا انتقاد من خیلی گسترده‌ای دارم نسبت به سیاست آقای ترامپ و یفا، ولی که در فرهنگ چپ ایران یک نوعی به خاطری که زیر نفوذ در واقع ایدئولوژی سوفیتیسم قرار داشتن، نوعی حالت ضد امریکایی خیلی 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 پیش پا افتاده و مبتذل وجود داره و این مسئله هم در ارتباط با ایدئولوژی های به اصطلاح اسلامیستی این هم وجود داره. یعنی از اونجایی که مخالفتشون با شاه به خصوص بلافاصله میگفتش که ما شاه مخالفیم چرا که شاه نزدیک آمریکا هستش و این بنابراین این به اصطلاح ملغمه فکری، ملغمه ایدئولوژی که اینها ساختن که توجیه بکنن که ما از اونجایی که ضد آمریکا هستیم خوب و ناب و در واقع مقدس و قابل ستایش هستیم و بنابراین از اونجایی که آقای به اصطلاح کاسترو مخالف آمریکایی هستش و مخالف ایدئولوژی آمریکایی هستش، بنابراین متحد ما هستش. بنابراین از دو زاویه هستش، هم استراتژی دیپلماتیک اینها برای رسیدن و بنابراین نمیخواد که اصطلاح برگ قرآنی رو در دستش باشه و از سوی دیگه این برخورد به اصطلاح ابتدایی سیاسی مبتذل ضد آمریکایی که دارن هم رژیم ایران داره و هم بخشی در واقع از چپ ایران داره و این زاویه ریشه چپ ایران از همون مدل های به اصطلاح شوروی میادش، یعنی شوروی ضد آمریکایی، پس بنابراین مقدس هستش و بنابراین شما اگر میخواهید خوب در تاریخ باشید حتما باید اول مرده باد امپریالیسم آمریکا بگید که به این ترتیب زندگیتون به اصطلاح درش ثواب کرده باشید و این باز یک امر کاملا منفی هستش به خاطری که ما نسبت به تمامی پدیده‌های جوامع از جمله قدرت‌های سیاسی باید نقد داشته باشیم، ولیکن به شکل کورکورانه و به شکل مبتذل، نباید مخالفت خانی به اصطلاح سطحی و بدون پایه بکنیم. آقای دکتر، حالا به هر حال کاسترو جاودانه خواهد بود یا نه؟ چون رهبر کمونیست چین گفته رفیق کاسترو تا ابد زندگی خواهد کرد. بازم این از تناقضات اینا هستش که به هر حال منظور از ابد چیست. یه زمانی مثلا در فرهنگ عامیانه و مثلا وقتی میگیم ابد، یعنی تا لحظه‌ای که طرف بره به قیامت و پس از اون اینا به مسئله ابدیت بپیورده، یعنی که زمانی که دیگه دوران پس از مرگ هستش و اون ابدیت هستش. حالا موقعی که یک رهبر کمونیست در رأس حکومت به اصطلاح چین و در رأس به اصطلاح حزب کمونیست چین هستش، وقتی میگه تا ابد، این ابد چه معنی؟ یک برخورد به اصطلاح کاملا بی معنا و کاملا انحرافی و کاملا بدون فرهنگ، هیچ چیزی دیگه ای نیست. در واقع یک نوعی خوشرقصی در ارتباط با متعیدین خودش هستش. آقای کاسترو تا ابد همچی چیزی نیست. آقای کاسترو خواهید دید بعد از این همین دوران به در واقع حتی در کشور خودش برای بخشی از جامعه بله میمونه، به خاطری که انسان ها همیشه این تمایل دارن که اسطوره بازی بکنن و به خصوص وقتی که یک فردی میمیره و نقش ایفا کرده سعی میکنن این اسطوره رو بازتولید بکنن دو یک با، ولی که به هر حال در صحنه جهانی، در صحنه مناسبات دیپلماتیک و سیاسی جهانی ایشون تموم شده تاریخش و تاریخ در واقع ورق داره میخوره و خورده و بنابراین حرف ایشون کاملا در واقع حرف نابکار و البته از ایشون انتظاری نمیشه داشت به خاطر اینکه ایشون معمار اقتصاد خودشون هستش، معمار سیاست خودشون هستش و ما به عنوان روشنفکر و ما به عنوان
روزنامه‌نگار از ایشون در واقع نمیتونه انتظارات آنچنانی داشته باشیم. امروز چین یک کارخانه عظیم تبدیل شده، امروز چین در رأسش حزب کمونیست چین با 80 میلیون عضو قرار گرفته که این 80 میلیون رو کمیته مرکزی چین که 23 نفر هستند دارن هدایت میکنن و ایشون در رأس اون 23 نفر هستش و بنابراین خصشون این هستش که بالا سرخ باشه، پایین سفید باشه و در این سفیدی در واقع بتونن به منافع به هر حال اقتصادی هم کشوری بتب، به خاطر اینکه به هر حال یک واقعیتی هستش که کل اقتصاد چین رو در واقع داره متحول میکنه و هم خودشون به عنوان سیستم قدرت سیاسی. بنابراین حرفی که ایشون در مورد آقای کاسترو میزنه جز یک ذهنیگرایی بی‌معنا هیچ چیز دیگه ای نمیتونه باشه. آقای دکتر ایجادی بفرمایید که در فرانسه که در واقع گهواره کمونیسم اروپایی بود غیر از شوروی و حزب کمونیست زمانی بزرگترین قدرت در میان احزاب جهان بود، در اونجا مرگ کاسترو چگونه رخ نمود؟ واقعیت این هستش که همون حالتی که ما در مورد ایران و جنبش و جامعه سیاسی ایرانیان دیدیم در فرانسه هم ما شاهدش بودیم و این عجیبه، به خاطر که ایدئولوژی ها جهانی هستن، ایدئولوژی در ذهن میرن و مرز نمیشناسن و وقتی ذهن رو معیوب کردن، ذهن رو از عقل درست و خردگرایی انداختن، بنابراین دیگه حالا در داخل ایران باشه یا در بیرون ایران باشه مهم نیست، مسئله اندیشه است که در واقع وضعش خراب شده، یعنی چه؟ اندیشه جلوش گرفته شده، یعنی چه؟ یعنی که در واقع این ذهن، این مغز انسان توسط مکانیسم های ایدئولوژیک دستخوش در واقع نوعی فکر نکردن شده. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطری که کار کرده ایدئولوژیک یعنی اینه، ایدئولوژی یک مجموعه ای از به اصطلاح دوگما و اصولی هست که در واقع در کنار هم قرار میگیرن و نشون میدن و میخوان این قدرت رو بدن که ما برای شما خوشبختی میاریم انسان ها. ایدئولوژی هیتلر به همین ترتیب بود، ایدئولوژی استالین به همین ترتیب بود، ایدئولوژی آقای کاسترو به همین ترتیب بود. یعنی چی؟ میگفتن به این دوگما قبول داشته باشی، تمام جهان شما رو از طریق این دوگما فقط میشه توضیح داد. ایدئولوژی به اصطلاح علمی هستش، ایدئولوژی برتر هستش و بنابراین شما زمانی که این ایده رو به اصطلاح اعتقاد رو میپذیرید، از شما میخواد که ذهن خودتون رو خلع سلاح بکنید، یعنی دوباره این اندیشه پروری که صحبتش رو شما میکنید و من میگم دیگه در درون ذهن ادامه پیدا کنه، این ذهن در چارچوب اون دوتا چرت و محکم باقی بمونه. این یکی از ویژگی های کاملا خطرناک و منفی ایدئولوژی هستش. بعد این ایدئولوژی خودش رو به اصطلاح متمایل میکنه به رهبران، به رهبر برتر، به رهبر کاریزماتیک، میگه که پس بنابراین این ایدئولوژی دارای در واقع یک تجلی سیاسی هستش، این تجلی سیاسیش هم در فلان رهبر هستش، یه زمانی میشه هیتلر، یه زمانی میشه استالین، یه زمانی هم میشه آقای چی؟ کاسترو. حالا همین ایدئولوژی هستش که ما نگاه میکنیم که بخش چپ جامعه جنبش ایران که اینها در واقع افرادی هستن که نازنین هستن، تلاش میکنن، فعالیت سیاسی میکنن دیگر، ولی این ذهن خرابه، این ذهن درست نیست، این ذهن میخواد برنامه بده برای جامعه ایران، پس بعد میتونه همین مدل رو در واقع بازتولید بکنه، از این زاویه خطرناک هستش. و در درون جامعه فرانسه هم که همونطوری که گفتید و صحیح هم مطرح میکنید، جامعه فرانسه یک جامعه هستش که دارای سنت چپ بوده هستش، جامعه هستش که پیوسته درش انقلاب بوده، انقلاب 1789 که البته اون زمان کمونیستی نبوده، انقلاب کبیر فرانسه هستش، ولی یاد اون باشه به اصطلاح راندوبوهای بزرگی تاریخ در این جامعه بوده، مانند کمون پاریس، مانند در واقع جنبش های سال 1936 در فرانسه، مانند می 68 در فرانسه و اینها ادامه پیدا میکرد در وجود یک حزب کمونیست که حزب کمونیست در سالهای حدود
عرضم حضورتون که 30 سال 40 سال پیش دارای 24% رأی در درون این جامعه بود. امروز میزان قدرت حزب کمونیست فرانسه به 1.5 الی 2% رسیده، یعنی یک سقوط بسیار بسیار بزرگی دیده. ولی علی‌رغم این، کسانی که در درون این حزب هستند، در رأس این حزب هستند، یا کسانی که در درون حزب نیستند، یعنی چپهای افراطی، چپهایی که میتونیم بگیم تروتسکیسته، میتونیم بگیم پوپولیسم چپ هستش، همون داستان رو دوباره تکرار میکنن. و ما دیدیم در این جامعه حزب کمونیست فرانسه، آقای ملانشون، جریانات چپ به اصطلاح افراطی برای آقای کاسترو، جناب آقای مهری گریستند. برای کاسروی دیکتاتور در واقع جلسه بیرونی و نشست بیرونی گذاشتن که در واقع برای این شخصیت احترام خودشون رو اعلام بکنن و همبستگی خودشون رو با نه تنها اون گذشته این فرد که امروز دیگه نیست، حتی با حکومت کنونی اعلام بکنن. و بنابراین میبینید عزیز من، این جامعه که ما درش در دموکراسی هستیم، در همین دموکراسی انسان‌هایی که دستخوش ایدئولوژی هستند، این انسان‌ها دیگه نمیتونن به دموکراسی خوب بیندیشن، بلکه حتی در لحظه‌ای که در جامعه هستش ممکنه خیلی دفاع از دموکراسی‌های موجود در جامعه فرانسه بکنن، ولی معلوم نیست پس فردا که به قدرت برسند، از اونجایی که مدل عمیق ذهنیت اونها مدل نوع کوبایی هستش، اینها اون پسوردها چه خواهند کردش. و این مسئله هستش که همیشه به عنوان یک خطر دموکراسی ها رو تعقیب میکنه، از جناح راست، از جناح فاشیستا، از جناح چپ، از جناح چپهای افراطی، ما همیشه در دستخوش این تپش ها و این بحران ها در یک جامعه دموکراتیک هستیم و خواهیم بود. آیا که 2-3 دقیقه وقت داریم، فرمودید که الگوی کوبا عقب ماندگی اقتصادی و ترور بود. کاسترو ترور میکرد، تروریسم رو تعقیب میکرد. بله، 2 تا نکته هستش، یکی مسئله عقب ماندگی، یکی تروریسم. بله، تروریسم به معنای در واقع ترور کردن مخالفین خودش. بله، بر اساس اسنادی که وجود داره، در همون دوران اولیه نزدیک 3000 نفر در واقع در زندان‌ها کشته شدن. اینها در واقع به ترور دیگه، زمانی که یک دولت اقدام میکنه مخالفین خودشون رو دهنشون رو ببنده، اینها رو شکنجه بکنه، اینها رو در واقع ترور بکنه. بله، امروز نوع به اصطلاح سانسور، نوع سرکوب فرق کرده. امروز به اصطلاح کسانی که در زمینهای به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی هستن، اینها شدیداً سرکوب میشن، اینها تحت کنترل قرار میگیرن، در زندان هستند و یرفا. ولی آقای کاسترو، مدل حکومتی آقای کاسترو، انسانهای متعددی رو، سیاسیون و روشنفکران این کشور رو ترور کرد، یعنی کشت، یعنی شکنجه داد. بله، من اسم این رو میگذارم تروریسم، تروریسم دولت که متوجه در واقع مخالفین خودش هست، بدون این که دادگاه های واقعی وجود داشته باشه ما بتونیم در واقع قضاوت های درست و صحیح رو ببینیم. و نکته آخر این استش که بله، یک اقتصاد عقب افتاده، فقط به این توجه بکنید، در همون دوران، یعنی حدودا همون دوره، کره جنوبی که یک مدل دموکراسی و در ضمن اقتصاد بازار هستش، به عنوان 12 قدرت اقتصادی جهان معروف هستش و جایگاه داره، در حالتی که کوبا با مسئله فقط و فقط گردشگری و بعداً سیگار که سیگار و همچنین تنباکو و به یک سلسله به اصطلاح مواد زیرزمینی، اقتصاد کوبا در این است. و این اقتصاد اقتصادی هستش که ورشکسته هستش، چرا که درش بیکاری وجود داره، چرا که در واقع ارزش اضافه که به وجود بیادش نمیتونه به این مملکت خدمت بکنه، و اقتصادی هستش که نفت رو به عنوان مایه اصلی برای حرکت خودش ادامه میده و برای یک اقتصاد فسیلی و اقتصاد
عقب افتاده استش و این مدل هرگز نباید برای ایران تجویز بشه، نه سیاست آقای فیدل کاسترو، نه اقتصاد آقای فیدل کاسترو، نه این نه آن. برای ایران ما چیز دیگه ای میخوام که همون در واقع دموکراسی آزادی باید باشه و همون اقتصاد در واقع پایدار باید باشه که امروز جهان رو باید در نظر بگیره و فردای این جهان رو باید در نظر بگیره. موفق و پیروز باشید. خیلی ممنون آقای دکتر ایجادی، تا گفتگوی دیگری. از شما بسیار متشکرم و با سپاس از همیهنانی که به این برنامه ها توجه می کنند.